ما به توسط مسیح مقدس بشیم و همه ما این احساس گناه بودن رو داشتیم. کجا؟ موقعی گناه میکردیم، موقعی که دروغ میگفتیم، موقعی که غیبت میکردیم، موقعی که یکی داشتیم فریب میدادیم و و و و چون اگه اون موقع بود که هرگز گناه نمیکردیم. ما وقتی وارد کلیسا شدیم، همه ما یه تجربیاتی داریم. وارد کلیسا شدی در زمان پرستش، دیدی روح القدس داره تو رو ملزم میکنه، شاید اصلا نمیرسی اون روح القدسه، همون موقع متوجه شدی چقدر گناهکاری. چرا؟ چون تو اون لحظه با خدای قدوس که پر از نوره آشنا شدی و لکه ها و تاریکی های خودت رو دیدی. شما دیدید وقتی وارد سینما میشید، نوری که روی پرده سینما میافته، اون پرزا چقدر قشنگ مشخص است، اما موقعی که لامپا روشنه شما پرزا رو نمیبینید. شما، من و شما در حضور خدا در زمان پرستش، چه بسا در زمان موعظه، چه بسا در زمان دعا، حتی توی خلوتگاهت وقتی که با خدا بودی، روح القدس تو رو ملزم کرده و چه احساس زیبایی. همه ما این احساس زیبایی، این که زمانی که متوجه شدیم گناهکار هستیم و توانستیم توبه کنیم رو داریم، چون پذیرفتیم خدای ما خدای نیکوست و میلی به بخشیدن من داره و حتما رحمت شامل من خواهد شد تا فارغ از گناه شده و پس از این بتونم این ملاقات با خدا رو مدام داشته باشم، تا فارغ از هر تعلیمی که در گذشته یافتم. من زمانی که مسیح ایمان آوردم، تمام تعالیمی که در اسلام میدانستم و آگاه بودم دیگه تموم شد، اصلا اونها برای من مسخره شد. اون تعالیم خیلی چیزای بیخودی شد، چون خدای قدوس رو دیدم. اگر شما هنوز سوالاتی دارید نسبت به کلام خداوند، حتی بعد از تعمیدتون، حتما سوال کنید. من و معلمین در خدمت شما هستیم. اما این رو بدونید، اگر میخواید سوالات شما جواب داده بشه، به خدا وقت بده، به قدوسیت خدا وقت بده، که اونجا هستش که نه تجربه و نه صدایی و نه فرهنگی و نه مذهبی مانع خواهد شد که من توبه کنم. بلکه ایمان دارم که خداوند با لمسی که از من به عمل آورده، مطابق فیضش من رو در مسیر نجات خودش قرار داده و سخت نگرفت برای ما. سخت نگرفت. اگر قرار بود سخت بگیره، ما تو همون مذهب خودمون میموندیم، با ریاضت به خدا نزدیک میشدیم. همون گونه که حافظ میگه هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت.